سلام دوستان با آموزش آمار توصیفی و در واقع تجزیه تحلیل داده ها با مشاهده دیتا در خدمتتون هستیم تو جلسه قبل ما تونستیم با بررسی ارزش دلاری و وزن کالاها مثلا اون رو به تعداد 117 تا کالا کاهش بدیم در واقع مسئله ما انتخاب کردن کالاهایی بودن که پتانسیل سرمایه‌گذاری خوبی رو دارن حالا بر اساس سرمایه که داریم یه سرمایه متوسطی رو در نظر گرفتیم و محدودیت تکنولوژی که وجود داره خب ما الان به این 117 تا کالا از 5000 تا کالا رسیدیم خیلی خوب بود 5000 تا کالا رو در واقع ما اومدیم بررسی کردیم و اونا رو خلاصه کردیم تو 117 تا ولی هنوز زیاده و ما هنوزم دیتا داریم که بررسی کنیم یعنی هنوز لازم نیست بریم دونه دونه اینا رو بررسی کنیم میتونیم بر اساس داده های موجود اونا رو یکم کم باز فیلتر کنیم چطوری اینکه ما اون رو در طی زمان بررسی کنیم بررسی کردن در طی زمان بهش میگن سری زمانی داده های سری زمانی یعنی هر دیتایی که توی زمان جمع آوری بشه همونطور که یادتون هست ما یه متغیر دلار داشتیم یه متغیر وزن داشتیم یه متغیر دیگه اینجا داریم به نام زمان اگه خاطرتون باشه تو اینجا که دو تا متغیر داشتیم ما یه نمودار پراکندگی داشتیم که توی محورش وزن بود و توی محور دیگهش دلار یعنی ما وزن رو بر اساس دلار کشیدیم حالا اینجا میدونیم که خب دلار اهمیت زیادی داره و گفتیم چون در طی زمان داریم بررسی کنیم و میدونیم تغییرات دلار کمتری نسبت به ریال و خاطر این دلار رو در نظر گرفتیم تو اینجا هم ما یه محور دلار خواهیم داشت و یه محور زمان یعنی زمان هم یک متغیر هستش که اینجا در واقع داده ها در طی زمان دارن تغییر میکنن حالا ما میخوایم ببینیم داده ها مقدار دلاریشون در طی زمان چه تغییر میکنن اینجا میخواستیم ببینیم وزن ها بر اساس دلار چه تغییری میکنن یا بلکس خب حالا چطور میتونیم این دیتا اون رو به دست بیاریم گفتیم دیگه وزن لازم نداریم این رو دلیت میکنیم این دیتا ها دیتا سال 1395 بودش ما اگر خاطرتون باشه این دیتا رو رفتیم از وبسایت گمرک گرفتیم برگردیم به وبسایت گمرک جمهوری اسلامی اینجا سرچ میکنم گمرک خب توی وبسایت گمرک جمهوری اسلامی گفتیم یه بخشی وجود داره به نام دادای آماری یا آمار که ما از اونجا اومدیم دیتامون رو استخراج کردیم الان دوباره میخوایم برگردیم به همونجا میریم قسمت حالا تو داخل وبسایت میشیم خب. خب تو قسمت آمار تو این قسمت اگر خاطرتون باشه برای سالهای مختلف دیتا رو تقسیم بندی کرده بود من واقعا نمیدونم که این داده ها به همین شیوه ذخیره شدن تو ساله گذشته یا نه حالا میایم ترای میکنیم اگر بودن که خب ازشون استفاده میکنم اگر نه که نمیتونیم استفاده کنیم حالا من قبلا بررسی کردم بودن ما سال 1395 رو گرفتیم حالا باید بریم سال 1394 93 92 الی آخر خب تا سال 1371 زیاده حالا اگر میخواستیم چیز کنیم مثلا من تا سال 1390 رو گرفتم شما حالا اگه چیز شد بیشتر بگیرین تحلیل بهتری رو میتونین روش انجام بدین حالا من یه نمونهش رو میارم و اما چون بقیه رو من دیتاش رو استخراج کردم دیگه نمیرم نها کنین این فرمتش با این یکی متفاوته میبینی ولی ما دنبال چی هستیم دنبال واردات تعرفه ها بسه یه دونه اکسل داره به من خروجی میده که اینو میام سیو میکنم روی حالا دسک هم خب بعد میریم واسه سال بعد سال بعد هم همینطور تعرفه رو میزنیم توی یه سالی آها اینجا زیپ داره به من میده زیپ رو هم مشکلی نیست ناکه این واردات صادرات رو با هم داده این یه اکسله که باز میکنم بل ادیتینگ رو همیشه بزنین بعد اون فایل زیپمونم مونم که داده بود رو هم باز میکنم اینجا داخل این پوشه یه اکسل اکسپورت داره یه اکسل ایمپورت که ما ایمپورت یعنی واردات رو میخوایم این رو هم باز میکنم این رو دلیت میکنم این مال حالا کدوم بود یادم نمیادش سال 94 بودش یعنی یک سال بعدش کلش رو بگیرم اصلا اینطوری کنترل شیفت پایین و اینجا میام میتونین یه شیت مثلا 1394 درست کنین خب من اینجا می نویسم 1394 واسه دو تا سال رو می نویسم که شما بهتر بتونین درک کنین بقیه رو دیگه خودتون برین و دانلود کنین و همین کار رو اعمال کنین روش خب این واسه سال 94 بودش کاش کپی از ولیو میکردین اینجا یعنی میکردم و تغییرش میدم به صورت ولیو کنترل زد یک کنترل زد دیگه اینجا از ولیو رو پیست میکنم خب حالا سال 93 بود فکر کنم یکی که گرفته بودیم درسته 1393 و میام اینجا اکسل سال 93 رو اینو میبندم don't save میرم توی دسکتاپم هم توی دسکتاپ 1393 ایمپورت 93 بذاریم دوباره ممکن 94 بود بزنیم 93 رو من دوباره چیز کنم میگه اینجا 93 نبود خب کنسل اوپنینگ نو اینو دلیت میکنم میام شیفت این قسمت رو تا پایین میرم مرجش هم نمیگیرم کپی بیایم توی اکسلمون سال 93 از ولیو پیست میکنیم درسته خب حالا توی این قسمت تو اینجا من می نویسم بررسی زمانی سری زمانی خب این میدونم واسه سال 1395 می نویسم ارزش دلاری 1395 خب اینجا ارزش دولاری رو ببینید بچه من گفتم از سال 90 بگیرین. خب اینجا من نمی‌نسم ارزش دلار 1390 چون از سال 90 من گرفتم شما حالا بیشتر بگیرید اگر وقت داشتین بهتره من این رو میارم تا 94 خب این رو این ستون رو از این قسمت میگیرم میندازم اینجا خیلی خوب 92. این خوب نیومده شد درست اینو دیگه میکنم خب پس الان ارزش دلاری سال 1390 اینجا هستش 1394 هم اینجا هستش ما باید یه فرمول ویلوکاپ بنویسیم اینجا به راحتی بنویسیم ویلوکاپ بعد میایم این شهر تعرفه رو میگم پیدا کن کجا پیدا کن بهتر بود همه اونا رو اصلا تیبل میکردیم که زیاد اذیت نشیم یعنی اینجا بذارین من تیبلش کنم چرا تیبلش میخوام بکنم به خاطر اینکه بر اساس اسم تیبل من میتونم این الان تیبل چنده تیبل 6 این یکی میشه تیبل به ترتیب شماره میده خود اکسل میشه تیبل هفت شما همینطور اضافه کنیم مثلا 8 9 10 بعد اینجا حالا دوباره ویلوکاپ میکنم ویلوکاپ این سلول رو توی تیبل هفت هفت بود دیگه خب کدوم ستون رو میخوام حالا یکی رو میزنم مثلا یکی خودش رو فعلا برگردون به صورت اینتر رو میزنم میبینیم پیدا داره میکنم فقط یه رو ان ای داره میذاره اول برم ببینم کدوم ستونم بود ستون یک دو سه و چهار ستون چهار رو برگردونم پس میام اینجا به جای یک میذارم چهار اینتر میکنم خب میبینیم ولیوها رو داره برمیگرم فقط یه سری ان داریم این ان یعنی تو سال 1394 یه چنین چیزی وجود نداشته من نمیتونم برم واقعا همه رو تحلیل کنم بگردم ببینم کدوم بوده بخاطرم این ان اوکیه میگم اوکی من تو اون سال یه چنین وارداتی نداشتم یه if n ای می میسم که اگر n ای بود یه چنین چیزی خالی برگردون که بدونم وجود نداشته چون میخوام روش عدد و رقم کار کنم بعد n ای یه جور اروره بعد توی ساموینا ممکنه ارور برگردون ولی اینجا الان خالی میذاره و خوبه خب این واسه سال 94 یه دونم 93 داشتیم دیگه من کافیه این رو کپی کنم ببینین سلول رو نکشوندم این چون تغییرات میده این تیبل هم تغییر نکرد ولی این ارزش دلاری رفته روی اون یکی خب من اینو نمیخوام این تغییراتو ولی خود فرمول رو به صورت کلی میخوام درسته مساوی میذارم با اون چیزی که کپی کردم به جای این تیبل هفت فقط میکنم تیبل هشت اینتر میکنم تیبل هشت همش نیم ارور داد چرا بیایم تیبل 8 رو ببینیم تیبل 7 93 بود تیبل 6 من یه ذره تیبل ها رو بد گذاشتم این در واقع اون تیبل 7 بود این تیبل 6 بودش معذرت میخوام خب میبینیم که اینجا دیتا همونو آورد شما واسه سالای دیگر رو هم بیاریم من پوز میکنم تا شما هم ویدیو رو پوز کنید سال دیگر بیارین تا من هم اکسل قبلیم رو بیارم اینجا بذارم خب این پوزش خیلی خوب دوستان خب میشه دیگه خب خیلی خوب دوستان ما اومدیم حالا دیتا ها رو اینجا وارد کردیم توی سالهای مختلف داریم میبینیم که چه در واقع چقدر دلار از هر کدوم از این کالاها وارد شده من اول بیام اینجا رو کلش رو به همون به اینجوری تبدیل کنم خب که بهتر بتونیم ببینیم حالا چطوری میتونیم اینا رو بررسی کنیم یه روشش اینه که من از نمودار خطی استفاده کنم نمودار خطی در واقع به این صورت هستش که بکشم برای مقایسه ما مخصوصا توی زمان یه سری دیتا داریم اینطوری دیگه حالا متفاوته خب مثل همون نمودار پراکندگیه برای اینکه من بتونم مقایسه و شیب تغییرات رو بهتر در نظر بگیرم از نمودار خطی استفاده میکنم خیلی جا نمودار خطی تغییرات در طی زمان رو خیلی بهتر نشون میده خب یعنی چجوری یعنی من این رو بگیرم اینزرت کنم یک دونه نمودار خطی رو من اینجا سلکت دیتاشو خوب متوجه نشده یه دونه سریعت میکنم حالا اسمش مهم نیست اینجا میشه اسمش هم در واقع میتونیم هم این در نظر بگیریم خب این در واقع سالهای ما هستش دیگه میتونم بیام اینجا رو بگیرم سال 90 رو نگرفتم حالا اشکال نداره بیشتر میخواستم نمودار رو بهتون نشون بدم اوکی اینجا نمودار خطی داره به ما تغییرات رو به خوبی نشون میده که از سال 1391 به 92 رشد داشته رشد داشته بعد یه کم کاهش کوچیکی داشته از سال 91 بعد خب این رو روشش که من بزه هر کدوم از اینا رو بیام روندش رو بکشم اما یه ابزار خوب دیگه اکسل داره که من اینجا میتونم استفاده کنم و اون ترسیم نمودار توی یک سلوله به نام اسپارک لاینز خب من اینجا میخوام به صورت خطی بندازم دیتا هم چیه؟ اینه درسته؟ این رو اینجا میندازم میبینیم که داره همین نمودار رو حالا من از سال 90 گرفتم دیگه این یه تیکش نداره به این توی یک سلول نشون میده پس دیگه لازم نیست بذاره هر کدومش بکشم اینم یه دابل کلیک میاد میکشم تا پایین خب اینجا داریم نمودار خطی و بذاره هر کدوم از اینها میبینیم و میتونیم یه مقایسه جالبی داشته باشیم که حالا با همدیگه مقایسه رو خواهیم کردش فقط بسید اینکه من یه مقدار نمودار هم خوب بشه خب میام اینجا توی دیزاین آها. میتونم محور بندازم نه تایپشو نمیخوام محور میخوام شو اکس. خب اینجا خطش رو بندازم که بتونم ببینم کالرش رو تغییر بدم مثلا یکم رنگش کنم بعد اندازه خطشم درشت کنم که بهتر دیده بشه آها نقاط اوجش باسم مهمه نقاط پایینش هم, هم مهمه که ببینم تو کجاها اوج گرفته و نه اند و بقیهش زیاد مهم نیست خب همین داره دیتا خوبی رو به من نشون میده میتونم یه ذره هم بزرگترش کنم اینجا کل سطرامو میگیرم یه کوچولو میارم پایین که بزرگتر باشه خب این الان نمودار خطی همشون رو من دارم یک جا میبینم که از سال از این سمت هستش ده. از سال 1390 91 92 93 و 94 و 95 که ماکسیمومش تو این سال داره رخ میده من اینجا محور رو کشیدم ولی اینجا زیرش در واقع اعداد رو نشون نمیده که یک دو سه بتونم ببینم ولی خب داره دید خوبی رو به من نشون میده میتونم همه نقاط رو بزنم که به من نشون بده بعد شاید اینطوری بهتر باشه من میخواستم این کار رو نکنم ولی بهتری که نقاط رو به ما نشون بده بریم تو دیزاین توی فرست و لست رو همشو شو میزنیم خب اینجا داره دیگه همه نقاط رو به من نشون میده و میتونم تحلیل جاده بکنم این یکی از روش ها هستش که من سری زمانی رو روند تغییراتش رو بیام بررسی کنم خب این هم بررسی الان انجام میدیم فقط بگم که توی یه کار دیگه ای که میتونیم انجام بدیم اینه که من میانگین و انحراف یعنی تغییراتش رو و شیب خط اینا رو یعنی ببینم صعودی سودی یا نزولی بذارین من توی اینجا بکشم ببینین چی چیا باسه مهمه یکی اینکه به طور میانگین توی این چند سال پنج سال چقدر وارد شده خب هر چقدر میانگین بالاتر باشه میتونیم نتیجه بگیریم که بیشتر وارد شده دیگه البته صحیح نیست بر اساس میانگین این تصمیم رو بگیریم ما به صورت کلی بعدا با آزمون های فرض میتونیم ببینیم که چرا صحیح نیستش و به خاطر همین قضیه پراکندگی که مساوی دامنه هست و یا یه واحد دیگه به نام انحراف میار و واریانس یا واریانس واریانس رو میبینیم و شیب خط رو هم من اینجا میگم که ببینیم این یعنی سه تا میار این میار مکانیه که قبلا دیده بودیم میار به نام میانگین میار میانگین میار چندک که یکی از مهمتریناشون میانه بودش و معیار در واقع مد اینجا می مد که بیشترین فراوانی رو داشتش و با هم صحبت کرده بودیم در مورد اینا اینا معیارهای مکانی هست پراکندگی ها که شامل دامنه انحراف معیار و واریانس هستش غیر از این اینا معیارهای پراکندگی هن. یعنی نشون میده که دادای من چقدر پخش شدن خب یا اینکه چقدر از میانگین من فاصله دارن خب مثلا فرض کنیم من تو اون نمودار پراکندگی یادتونه یه سری تجمع اینجا بودش نشون میده پراکندگی کمه اما وقتی که فیلتر کردیم مثلا دلار اینطوری شده بود این نشون میده پراکندگی زیاد داره خب اینا رو تو جلسه بعد بحث ولی میخواستم مفاهیمش رو الان بدونید ولی شیب خط توی این مورد که حالا مورد تر هستش مقدار شیب خط شد خب شیب خط تو اینجا به من داره از این نقطه تا این نقطه رو نشون میده سعود داره میکنه یا نزول داره میکنه اگه آ رو بگم شیب خط بزرگتر از صفر باشه یعنی دارم سعود میکنم اگه شیب خطم کوچیکتر از صفر باشه یعنی دارم نزول میکنم درسته؟ پس شیب خطم باسه من اهمیت داره چون میخوام ببینم صعودیه یا نزولیه یا هیچ کدوم اگه شیب خط نزدیک یک باشه سود زیادی دارم میکنم اگه نیم باشه حالت صاف رو داره و اگر بخش صفر باشه صفر باشه یعنی شیب نداره و صافه و اگر کوچیتر از صفر باشه طرف منفی یک یعنی دارم نزول میکنم اینا رو تو جلسه بعد نگاه کنم اما بیایم با هم دیگه تحلیل بکنیم روی این نمودارهایی که داریم میبینیم یه نگاهی داشته باشیم ما دونه دونه باید نمودارا رو بررسی کنیم از همون اول شروع میکنیم یعنی میگیم که خب نا کن الان اینجا تو سال اینجا میدونیم که ابتداش سال 1390 آخرش هم 1395 درسته تو سال 1390 یه مقدار واردات داشتیم بعد واردات کم شده بعد سعود پیدا کرده حالا ش... یعنی یه جوری ثابت شده پس این کالا کالایی هست نیاز کشوره میتونیم این تصمیم رو در موردش بگیریم هر سال داریم ماشین های بافتنی وارد میکنیم خب این یکی چی؟ این یکی تازه در واقع وارد شده یا دیتا نداشتم میبینین اینجا دیتا نشتم تو سال 1394 و 95 که شیب زیادی هم داشته یهو سعود کرده و سال 94 قریب به صفر کرده حتی یهو من درخواستم رفته بالا اینا یه یهو درخواست من رفتم بالا حالت یه جور تصمیم گیری ریسکی دارم یا بعدم میاد پایین نمیتونم تشخیص بدم یا همینطور میره بالا ولی یه چیزی هستش که در عین حال ریسک داره که نمیدونم ممکنه یهو بیاد پایین سال بعد دیگه وارد نکنیم در عین حالم میتونم بگم یک چیز جدیدیه و کسی آن را هنوز پیدا نکرده که تولیدش کنه اینم مهمه یعنی اینجا الان این یه چیزی رو دارم پیدا میکنم که آقا نه کن یهو نیاز شده خب یه چنین چیزی که مخصوص مثلا تهویه هست تهویه مطبوع یهو نیاز شده سال بعد حالا نمیتونم واقعا از دیتایی که گذشته وجود داره بگم نیاز خواهد بود یا نه اما یه چیز جدیدیه که ارزش داره برم سمتش و همونطور که میدونیم الان توی کشور ما آلودگی هوا خب زیاد شده و تهویه مطبوع دستگاهاش داره فروش میره داره تبلیغ میشه و نمونای خارجیش داره زیاد میشه چرا خودمون تولید نکنیم پس این یه مورد میتونه یه مورد جالبی باشه خب ما باید همه اینا رو تحلیل بکنیم اجازه بدیم فیلتر کردن رو بذاریم بعد اینکه اون معیارهای مکانی و پراکندگی رو حساب کردیم بعد فیلتر کنیم یعنی جلسه بعد میایم معیارها رو تعریف میکنیم و محاسبه میکنیم و روی اکسل اعمال میکنیم و جلسه بعدش میایم یه تحلیل کلی میکنیم و سعی میکنیم دیتا ها رو فیلتر کنیم چون الان زمان زیاد میگیره تحلیل کردن اینا میذاریم واسه ای جلسات بعدی که زمان کمتر ممنونم از توجهی که داشتین امیدوارم مفید واقع شده باشه تا جلسه بعد خدا نگهدار